نبرد دلیران تنگستان و دشتستان تکرار و ادامه آزمونی تاریخی است که دلاوران جنوب بارها سرفراز از آن بیرون آمدند. هرگز از اسارت و شهادت نهراسیدند و از شقاوت و بیداد خصم بیمی به دل راه ندادند. دیدیم که همزمان با محاصره هرات به فرمان ناصرالدین شاه قاجار، رزمناوهای نیروی دریایی بریتانیا با 7000 سرباز مجهز به بندر بوشهر و تنگستان حمله بردند و دریافتیم که در آن روزهای تاریک تنها 400 تفنگچی تنگستانی به سرداری احمد خان به دفاع از مرزهای جنوبی میهن همت گماشتند و تا آخرین نفر و آخرین نفس دست از نبرد نکشیدند. فرجام نبرد قهرمانانی احمد خان تنگستانی و یارانش متجاوزان را چنان آزمند کرد که سوداهای تازه‌تر و خامتری در سر پروردند و فکر اجرای قرارداد 1907 را پیش کشیدند و به این منظور به بهانه‌جویی متوسل شدند. قتل دو سرباز هرزه انگلیسی به دست مردم متعصب و خشمگین بوشهر انگیزه مناسبی بود. یعنی این حق رو به خودتون میدید که منو توقیف کنید؟ هر طور میخواهید تعبیر کنید. خداحافظ. کنسول بریتانیا در بوشهر نخست به استناد مقررات کاپیتولاسیون برای تحویل قاتل ضرب الاجل داد و چون موقر دوله حاکم آزادی خواه بوشهر به این ناجوان مردی تن در نداد، مامورین کنسولخانه پس از توقیف بازرگان آلمانی و خانوادش به قتل و غارت و اسارت آزادی خواهان بوشهر دست یازیدند. این فشار و خفقان سبب شد که مجاهدان بندر به تنگستان و دشتستان بروند و به رزمندگان آنجا بپیوندند. قنسول چون از تطمیع و تهدید موقر دوله طرفی نبست، بیدادگری و توقیف و تبعید میهن پرستان را با شدت بیشتری ادامه داد و سرانجام عبدالرضا چوبک رئیس نظمیه و موقر دوله حاکم بوشهر را به هندوستان تبعید کرد. مردم تنگستان و دشتستان با درک موقعیت و شناخت رویدادها به مقاومت و مقابله با دشمن برخواستند. از سوی رئیس علی دلواری و مردانش به اردوی متجاوزان شبیخون زدند و از دیگر سو مردم پرخاشجو و ستم کشیده بوشهر را به مقاومت و شورش فرا خواندند. هجوم و حمله پیگیر دلاوران جنوب خصم قدرتمند را چنان به سطوح آورد که به نیرنگ قدیمی خود توسل جست و به قاعده معروف خود تفرقه بینداز و حکومت کن تجسمی و وقاحت آمیز بخشید. البته انقدر بیشعور نیستید که خیال نمایید که نفوذ انگلیس در خلیج گاهی کاسته بشود، لکن از بابت رفتار جناب عالی افواهات خیلی غریب در بوشهر می باشد. بعضی می گویند که پیغام به ملاها فرستاده اید که با لشکر به بوشهر خواهید آمد تا مطالبه استرداد قنسول آلمان بنمایید که حالا به هندوستان رفتند. سایرین می گویند که جناب عالی پیش خان برازجون و تنگستانی ها می روید تا به بوشهر مهاجمه بکنید و دیگران میگویند که با خوانین دشتستان دست می دهید تا بر حیات داوودی حمله نمایید. البته تمام این افواهات دروغ و ابدا آنها را باور نمی نمایم. قنسول آلمان گاهی کاری برای جناب عالی نکرده که آن دوست محترم آنها را مساعدت نمایید و در باب سرکار حیدرخان اگر قنسول آلمان را گرفته به خواهش ما بوده و برای این بود که می دانست که آلمان ها می خواستند که تولید اغتشاش در بلوکش بکنند و می خواست که از آن احتراز نماید، ولی چون به واسطه این افواهات نام جناب عالی از بابت انگلیس ها ضایع می شود، لازم است که فوراً از اصل قصد خود دوستار را مسبوق فرمایید. لذا انتظار دارم
که صبح روز دوشنبه جواب نامه با رافع دست خط به دوستدار برسد. اگر مایل باشید اطمینان و تأمینات برای ضمانت آتیه ریاست خود و ریاست اولاد خودتان در چاکوتا و احمدی بر تعرضات غیرحقی مأمورین داخله و دشمنان داشته باشید، حاضر هستیم که بدهیم و به هر تمنای دیگر جنابالی گوش بدهیم و جنابالی هم از طرف خودتان بیشک به شرایطی که به شما می کنیم امضا خواهید کرد. زیاده زحمت نمی دهد. ایام مودت مستدام باد. دوستدار چیک، ویسکنسول دولت بهیه انگلیس، مقیم بوشهر. هرومزاده مغزش درست کار میکنه. نوشتن نامه یه عمل سیاسیه، مفهومش مهمه. تا حالا فقط دلواریا باش طرف بودم. میخواد بدون شما هم توی معرکه هستین یا نه؟ اگه هستین چطوری و تا چه حد؟ برای شما هم نامه نوشته؟ بله، هنوز جوابشو ندادم. میشه فریبش داد. بیش از حد خوشبینه. چرا خوشبین نباشه؟ مرتی که تا حالا هر کاری دلش خواسته کرده، حالا هم داره میونه ما رو به هم میزنه. در این باره که تیرش به سنگ خورد، اما تیرانداز ماهریه. سنگ مفت، گنجشک مفت. انقدر میزنه تا به هدف بخوره. گنجشک؟ یعنی شما میفرمایین میتونن قوانین رو تطمیع کنن؟ اختیار دارین. اگه اینطور فکر میکردم که الان خدمت شما نبودم. هر کاری یه راهی داره. ببینین، همین نامه نوشتن برای من و شما یه مشغولیاته. اونا به ما تلنگر میزنن، ما رو امتحان میکنن. بوشه رو اشغال کردن. همین روزاست که سر و کلهشون تو شیرازم پیدا بشه. ما داریم مثل طلبه ها بحث و جدل میکنیم که فلانی خوشبینه یا بدبین. کارش مهمه. این حرف درستیه. باید با حربه خودشون جنگید. خب کاراشون غیر مترقبه هم هست. کدوم کارشون غیر مترقبه است؟ هدفشون از اول مشخص و معلوم بوده. ما باید ببینیم چی کار میتونیم بکنیم. این نامه یه حسنی برای ما داره. راهمونو مشخص میکنه. یا باید پول بگیریم و خفه بشیم، یا اینکه واقعا هممون تفنگ دست بگیریم و بجنگیم. تو این شبی خونه سر از کارشون درآوردین که استعدادشون چقدری؟ چه فرقی میکنه خان؟ مهم نیست. ما که مثل آلمانیا جنگ منظم نمی کنیم. عدهشون هر چقدر میخواد باشه. اما باید قوه خودمونو بسنجیم. حالا گیریم سنجیدیم که چی؟ فکر میکنی با هم برابریم؟ نیستیم. اصلا بین دو قوه برابر که جنگ نمیشه. تا اونجا که ما پرسجو کردیم، یعنی اطراف اردوهاشون گشتی زدیم، لوازمشون تکمیله. مسلسل و توپای هفت پوندی دارن. عدهشون هم نباز کمتر از 4-5 هزار نفر باشه. اینم بدون این که ظرف 24 ساعت میتونن 10 هزار نفر دیگه تو بوشهر پیاده کنن. یعنی جمعاً 15 هزار نفر؟ شوخی نیست، همه مردای ما 500 نفر نمیشن. گیریم 10 هزار تا سرباز هندی دیگرم به زور سرنیزه مهاراجه آوردن اینجا. خب من چرا باس بترسم؟ هندی ایمون نداره تو این آب و خاک بجنگه. من برای تنگستون و دشتستون می جنگم. اون برای چی بجنگه؟ یه مرد زبده و مومن 100 تاشونو حریفه. اتفاقا خوانین خیلی چیزا بیشتر از ما دارن که باس به خاطرش بجنگن. هر که بامش بیش، برفش بیشتر. خوشبختانه این طرفا برف نمیاد. حالا که داره میاد. درسته، اما قوانین خیلی چیزا ممکن از دست بدن. پس میفرمان هرچی داریم دو دستی نگر داریم، هر کسی سهم خودشو. اگه فکر کنیم این چیزا تو دستمون باقی میمونه، اشتباه کردیم. اونا رو به زور از ما میگیرن، بعد مال خودمونو به همون صدقه میدن. میگین نه، امتحان کنین. تا ما زنده ایم هم چه وضعی پیش نمیاد. درسته؟ مسلمیم، همینطوره. هیچ کس مخالف مبارزه نیست، اما باید تأمل کنیم. اگه با تدبیر اوضاع و احوال رو بسنجیم، احتمال موفقیت بیشتره. خان، حالا که اوضاع و احوال جبهه سیاسی و نظامی رو میدونین، به قول آقای لسان المله این عمل سیاسی رو چطوری جواب میدین؟ جوابش حاضره. همین امشب تو اندرون خونه کاپیتان انشاءالله به دستش میرسه. پیغامو کی میبره؟ پسرم ناصر. شما عازم بوشهر هستین ها؟ بله، امروز. لابد به دیدن سید مهدی هم میری. اونم میبینیم. خیلی مواظب باشین. اونا عمدن آزادش گذاشتن.
جاسوس هم شب و روز مراقبش هستن. فقط مواظب باشین تو دامشون نیفتین. اینطور هم که میفرمایین نیست. فعلا که داره کار خودشو میکنه. برامون تفنگی را ورده، داوطلبارم جمع و جور کرده. ولی خب معلومه، حتما مواظب هستیم. خب دیگه با اجازتون مرخص میشیم. یا الله یا الله. با اجازه، خداحافظ. رئیس، اگه دست بلند کنید ناراحت میشه. ناصر رو میگم. بذاریم ببینیم خودش چی کار. ناصر خان ماشاءالله خودش یلیشه. سلام. 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 عازم بوشهری؟ بله. خوبه. منم همراهتون میام. بفرمایید. بریم. پدر، دیگه امری ندارین؟ نه خیر، موفق باشین. یا امان خدا جانم. خب، خدا خدا. خدا سپردیمتو. خب، بفرمایید. بفرمایید. میبینی تو رو خدا حضرات چه روی دارم. یا الله. تو رو خدا نگاه کنید. آب بایستی سر نماز باز تو مسجد باشیم. شما خیلی وقت داریم سب کنین تا هوا تاریک بشه، اون وقت مطمئن تره. یعنی نزدیکای غروب؟ کمی دیرترم باشه اشکالی نداره، ما تو مسجد امام هستیم. اگه کاری پیش اومد خبرمون کنیم. قرار ما بعد از شیپور خاموشیم. دست بکرشیم. یلا علیکم رئیس، خسته نباشید. سلام علیکم رئیس. اسب رو ببر. چشم. وای چیمو. شما هم اینجا پیاده شید. بیا. بیا. بیا ایمو. بدم. حالو بیا. چشم. بیا. بیا ایمو. یالا. خالو، تو برو اولاغه رو بنداز. باشه. بیرون چه خبر؟ از صبح تا حالا گشت میزن، باز خیلی مراقب باشی. خیلی خوب، لباس تفنگ قایم کن. اگه همه حاضرن را بیافتیم علامت میده. یه تو سربازه انگلیسی و هندی هم. تو اینجا باش. برای چی؟ مواظب اسبا باش. خیلی خوب. بجنبین. بلا بریم. بیا حیوان. دقیقه. خسته نباشی زهر اصلا. بچون زبون بسته. برو بینم. الله اكبر.
سلام، سلام خدمتی. بیرون سرباز میگشت، به فکر بودین؟ خاطرت جمع باشه، قبلا فکرشو کردیم. چند نفر مراقبن؟ دیگه چه خبر؟ دیروز حدود 400 سرباز با تجهیزات تازه پیاده کردن. لشکرکشی کامل و بی نقصیه. به اعتراض اخیر دولت جواب دادن که هر وقت عثمانی از غرب ایران عقب نشینی کنه ما هم بوشهر رو تخلیه میکنیم. اول که حرفشون چیز دیگه بود. بله، اون بهانه شروع کار بوده. عده داوطلبا چند تایی شده، پس چرا نمیفرستینشون؟ باید باهاشون صحبت کنم. داوطلب بی اطلاع به چه درد میخوره؟ داریم راشو میندازیم. حالا شما مردای خودتون رو مسلح کنین. اینم حرفیه. از بازاریه چه خبر؟ هنوز غیرتی نشدن؟ اونا که باید غیرتی میشدن مدت هاست شدن. از بقیه هم نمیشه انتظار داشت. اینطور بار اومدن، محافظه کار و تیش رو به خود. بعضی هاشون مثل اینه که اصلا مرتفع اوضاع و احوال نیستن. نبایدن باشن. تا اینجور نباشن توی همچین گیر و داری دوام نمیارن. وقتی مثل اونای دیگه داغون شدن شاید، اما حالا نه. با اجنبی هم دستی نکنن کمک پیش کششون. بعضی از نظر خودشون حق دارن اینطور رفتار کنن. خب، سرمایه آدم و ملاحظه کار میکنه. آره، مالدار مصلحت کاره. حضرات از نقطه ضعف اینا سوء استفاده میکنن. کار گمرکاتو کاملا وسیله اعمال نفوذ و تطمیع و تهدید اشخاص کردن. چه قماشا و جنسا که تو انبار خاک میخورن. لابد شب و روز مشغول دستکاری لیست سیاشون هستن. مسلمه، نبض بازار تو دستشونه. مردم رو تو بیم و امید نگه میدارن. خیلی هاشون کم کم راضی به همکاری با اونا میشن. به قول معروف هر کسی رو میشه خرید، منتها قیمت ها فرق میکنه. درویش کجاست؟ دیر نکرده؟ نه، باید همین جاها باشه. باید الان پیداش بشه. برو یه نگاهی بکن. چشم. چند تایی هست؟ کجاست؟ حدود 30-40 تاست. من جاشو بلد نیستم. باز خودش بیاد. مدتی از حاجی بی خبرم. شما چی؟ جمعه پیش نماز جماعت دیدمش. اتفاقا از شما میپرسید. فرصت نشد حرف بزنیم. خب، وضع منو که میدونین. با سر و کله حاجی یوسف و خلیل پیدا شد. نزدیک بود گیر بیافتم. خودمو بین جمعیت گم کردم. حاجی خودش هم تحت نظر. میدونم سگه. کار کشته شدی. تا الان دوام آوردی خیلیه. باز خیلی هوشیار باشی. اومده. بس را بیافتیم. کجا باید بریم؟ هنوز نمیدونم، درویش میدونم. کلکی تو کار نباشه. مگه ممکنه؟ پشت سر مراقب بذار، خیلی احتیاط کن، مواظب همه چیز باش. خاطرت جمع باشه رئی. حواستو جمع کن. آه سلام درویش، خدا بد نده، دست چی شده؟ تیر ناحق، شب سربازه ایستاد متوجه نشدم، بعد کافر تیر انداخت. از انگلیس ها خسارتم گرفته.
چقدر گرفتی؟ 5 تومن. حالا زندون ننداختنم خیلیه. یه روز هم منو تو مریض خونه‌شو نگه. از خرس مویم غنیمته. آدمای خوبی هن نیست درویش؟ آره خیلی. حالا کجا باید بریم؟ بریم تا برسیم. خب را بیفتیم. بریم. بفرمایید. از این طرف رئیس. حالت چطوره جانشاه؟ این جانشاه هنوز ناخوشه. بیچاره خیلی وقت زمین گیره. سلامتی دست خداست. اون میده اونم میگیره. سلام پسرم چطوری؟ عضلات این طرف ها ندیدی درویش؟ هنوز نه، اما حرومزاده ها مشکوک شدن واسه اینه که گهگداری سرگوش ها بیدن و پرسجو میکنن. نرسیدیم؟ چرا؟ الان میرسید رئیس، صبر داشته باش. خانو حسین شما ها همینجا وایستیم، اگه چیزی شد متفرق بشین. من الان برمیگردم. وایستین. همینجا وایسین و دورو برو بپنید. چشماتون رو خوب باکنید. بفرمایید. راحت باشین الان. نه درویش زحمت نکش، زودتر باید را بیافتیم. سلام نیست معطل بشین. الان حاضر بشین. تعارف که نداریم، برو سر مطلب. چایی باشه برای بعد. ۴۸ تاست، 24 تاش اینجاست. آلمانی هم. بقیهش کجاست؟ همین دور ورا. شما اینا رو ملاحظه کنین، من خالو رو میبرم باقیشو تحویل بگیره. بگو بعدش با مال بیاد اینا رو ببره. فشنگا چند تا؟ 20,000 تا. برو. دسته. از کجا گیر آوردین؟ مثل این که از قاچاقچی ها. درست نمیدونم. پس کی میدونه؟ درویش علی. 150 تا بود که بقیهش هم ترکا خریدن. ببینم از تفنگای واسمسه که گیر حیات داوودی افتاده. تو که فرنگی بلدی اینو بخون. بله آلمانیه. دویچلندش که درسته. اما اون توفنگا 300 تا بود، باقیش چی شد؟ لابد انگلیسی ها ازش گرفتن. در خانی که من میشناسم به کسی توفنگ مفتی نمیده. حتما یا رد کرده به ترکا یا همینجوری داره میفروشه. سید پرسجو کن ببین میتونیم باقیشو گیر بیاریم. چیزایی به درد بخوریم. باشه پرسجو میکنم. درویش باس بدونه. من به روش نمیارم، خودت ازش بپرس بقیهش کجاست. باشه. بیا این دارن را میفتن. سید کمک کن. بیا صدای چی بود؟ از خونه کاپیتان سر صدای تیراندازی میاد. صدای شیخ ناصره داره جواب شیخ رو به کاپیتان میده. باید یه کاری بکنه. نه قراره کسی دخالت نکنه، از باباش قول گرفته. نگران نباش، از پس همشون برمیاد. بیا ایمون. چه سر و صدایی؟ حسابی به آتیششون کشیده. بارکلا شیخ ناصر. جلد باش بابا، جلد باش. از هر طرف حمله به شهر اینجا رو تارمار میکنن.
اگرم نشه این کارو میکنن. تا حالا سراغ شما نیومدن؟ یه دفعه اومدن گفتن با شما کاری نداری، اما اگه رفت و آمد مشکوک دیدین ما رو خبر کنید. تا حالا که الحمدلله کسی رو ندیدین. به ماهیگیرا پناه آوردن، پس که جاسوس کم دارن. فعلا کاری نکنی که به شما بدگمان بشن. گفتن به ما جیره میدن، پرسیدیم چه جیره ای؟ گفتن ما اصلا اومدیم به شماها کمک کنیم. اینم یه جور کمکه. راستش خندم گرفت. دو تا هندی لاغر مردنی هم دنبالشون بودن. گفتم بهتره به جای ما جیره رو بدیم به اینا که از گشنگی نمیرن و براتون بجنگن. ما جیره نمیخوایم، نوکری و جاسوسی هم نمیکنی. آقا خلیل لبشو گاز گرفت و گفت از این حرفا نزن که عاقبت نداره. گفتم برای تو یکی که عاقبت داره. اگه همه جیره میگرفتن تو کیابیا نمیشدی. خلاصه نمیدونم در گوشی به اون صاحب منصبه چی گفت که یارو خندید و رفت. مثل اینکه حرفای منو به شوخی گرفت. حرومزاده خیلی هم هیزه. عصر یه جعبه آوردن و گفتن این مال شماست. منم پسشون دادم. میبینی سر خود چه کارایی میکنه؟ کار ما اینجا مشکل میشه. اگه از اینجا بیرونمون نکردن، حالا میبینی. حالا اگه گرفته بودم میگفت کی به تو گفت بگیری؟ اصلا میدونی چیه؟ روزا نرو سر کار، خودت بمون خونه و خودت جوابشونو بده. بیا، هنوز با شرف نزدی دلخور میشه. بفرما، انگلیس ها میونه زن و شوهرم اختلاف انداختن. حالا میگی میگرفتم بهتر بود؟ زهر ابراهیم حق با نباته، خیلی هم خوب جوابشونو داده. منتها یه کمی تند رفته. یعنی چی؟ میگفتم چشمام جاسوس افتخاری میشی؟ نه اصلا، بهتر بود میگفتی ما جیرتونو نمیخوای، نه اینکه خودتو هوشیار نشون بدی. کدوم هوشیاری؟ باز همینجوری جوابشونو میدادم دیگه. تو مغزت خشکه، مثل مغز ماهی سنگ سر. از خیلی هوشیار تره. مطلب اینه که اونا از آدمای هوشیار خیلی واهمه دارن. راست میگه زار ابراهیم، آدم تو این دوره زمانه باید خودشو بزنه به نفهمی تا کاری به کارش نداشته باشن. مغز به چه درد ما میخوره؟ دست داریم بسمونه. بالاخره نفهمیدم اگه اینا دوباره اومدن چی بهشون بگم؟ هیچی، بگو مردت خونه نیست. پس هر وقت اومدن خودت بیا باشون حرف بزن مرد خونه. حالا میخواین چیکار کنیم؟ هیچی، اومدیم اول پرسی شما. قدمتون رو چشم، منزل خودتونه. خالو دست بردار. ظاهر نگرونی؟ نگرون؟ برای چی؟ من فقط میخوام بدونم چه کاری از دستم برمیاد. خب این که نگرونی نداره. کی گفتم که نگرونم؟ گرفتارم. روشنتر بگو گرفتاری چیه؟ میخواستم بدونم تکلیفم با این وضع چی میشه؟ با خونم، با شما، با اونا؟ بستگی به این داره چه راهی رو انتخاب کنی و چقدر تو این راه پیش بری. خب، اگه راه حقه چاره‌ای جز رفتن به همین راه نداریم. آفرین. آخه بعضیا مثل تو فکر نمی‌کنن. هم میخوان مجاهد باشن، هم ملاحظه کسب و کار و وضع و مکانشون رو می‌کنن. اینجوری نمیشه. آدم باید تکلیف خودش رو روشن کنه. میگن راه احرار راهیه که آدم وقتی قدم توش گذاشت باید فکر کنه پاک باخته است. به قول حاج سید ممرضا راه امام حسینه. امام حسین از هیچی باکیش نبود. کسی از پاک باخته شدن میترسه که چیزی داشته باشه. من که چیزی ندارم جز همین یه کلبه. اینم یه حرفیه. راست میگی یا؟ دلیل نمیشه. قلبا بهت ارادت دارم. ما توی راهیم، اما تو گرفتاریت زیاده. برای اینکه فقط به فکر این یه دونه خونه هستی. یعنی من نباید نگران خونم باشم؟ مگه خونه تو با خونه های دیگه چه توفیری داری؟ هیچی. اگه اونا سالم بمونه خونه تو هم سالم میمونه، وگه نه همه با هم پک میگیرن. تو باید دیوار آبادت دور خونه دیگرون ببینی. باشو. رئیس علی چرا به این زودی؟ خب دیگه باس بریم. مرمت زیاد. تشریف میبری؟ آره دیگه باس بریم. به بی بی سلام برسونی. سلامت باشین. خداحافظ. مرحمت زیاد. خوش اومدین. قدم رو چشم. رئیس علی، حرفایی که زدم از رو ترس نبوده. اختیار داری زار ابراهیم، دل واپس خونتی، اما همه خونه ها باز سالم بمونه. مرحمت زیاد. خداحافظ. خوش اومدین.
خیالت به کلت زده ها؟ بیا بیرون. مردک تلف شد. میتونیم کارو شروع کنیم؟ خیلی خوب. بیاین. بیاین جلو.
میتونیم بریم تو؟ قراولای برج هدف میگیر. زود باش برو. 4-5 نفر رفتن اون تو. جایی بر چکسه قب بکشه قب نمیدونی ماره کاش وحشی وحشی جد تو آبادته بسه قب بشین بشین بختم بشین احمد بیشون بشین سر جد افخون بگیری بکنار فرمانده شما کیه؟ میتونم همه شما رو بکشم شما ما رو نکشت به ما رحم کرد رحم خوب چیزیه ها؟ شما به ما رحم میکنین؟ رئیس علی اگه اونا ما رو گرفته بودن نمیکشتن؟
به طرف دریا. بریزینشون تو دریا. نه نه بسلا جلو جلو بکشین بریم جلو بطل نکنین. حالا میتونین شنا کنین. تا خود لندن شنا کنین. بگو تفنگچی ها برگردن. تفنگچی ها برگردن.